سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال ردباز. این بار عزیزان دل قرار بریم سراغ قسمت هفتم بازی فوق العاده جذاب و خوشگل و جیگرطلای ووکانگ، بلک میث ووکانگ در واقع، و قرار عشق کنی با ادامه ماجرا. همینطور که میبینید تنش سوی چپتر دومیم، ما قرار ببینیم چپتر سوم شروع کنیم. چرا چپتر دومی؟ ای بابا چقدر زش، یه چیز رو جا گذاشته بودم عزیزان، اینو سریع انجام میدم همین اول قسمت و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. از آخر قسمت قبلی تا الان که هولوش یه روز فکر می‌کنم میگذره که این ویدیو رو حالا شما چند روز سال دیرتر قرار ببینید تا برسه به دستتون، ولی الان از قسمت قبلی هولوش یه روز گذشته و یه سری کارا کردم. همینطور که می‌بینید لولم شده 52، البته زیر تاثیرم شما نمی‌بینید. لولم فکر کنم آخر قسمت قبلی 41 یا 43 یا 45 بود، این حدودا بود. الان شده 52 و خیلی قوی‌تر شدیم و کلی ویل جمع کردم، کلی هم ویل خرج کردم. به عنوان مثال اومدم اینو بذارید از اینجا، لولش معلوم نیست. باید بیایم اینجا عزیزان و همینطور که می‌بینید اینا ارواحیه که ما میتونیم توی جنگا به کار بگیریم. خب و سمت چپ زیر شکل این دوستان یه نواری هست که برای بعضیشون همینطور که می‌بینید آبیه، بعضیشون بنفشه. آبیا نوع این آیتمش، نوع این روحش اپیک، ببخشید ریر یعنی کمیاب. خب بنفش و اپیک، اپیک یعنی حماسی. بنفش قاعدتا کیفیتشون بیشتره، خیلی از بازی‌ها این رنگ‌آمیزی رو برای آیتم‌ها دارن دیگه، مثلا خاکستری آیتم به در نخوره، بعد میشه سبز، بعد میشه آبی، بعد میشه بنفش، بعد میشه طلایی. این هم یه همچین فرمتی داره که ما فعلا روح طلایی رنگ که احتمالاً اسمش مثلا لژندری باشه توی بازی پیدا نکردیم فعلا، ولی خب یه سری آیتم های طلایی داریم. بذارید ببینم طلاییش هم این لژندریه یا یه چیز دیگه. آره لژندریه، میبینید اون بالا زده لژندری، مثلا برای این مثلا اون بالا زده اپیک، بالا اس میزنه دیگه. و چیزی که هست اینه که ما این روها رو میتونیم آپگرید کنیم. خب و مثلا اون لول های اولیه که بخوایم بگیریم فقط از ما ویل میگیره. خب که ویل هم با کشتن دشمنا و ترکوندن کوزه موزه ها و نمیدونم کشتن باسا و این حرفا به دست میاد. خب یا با مثلا فروختن یه سری آیتم های ارزشمند. برای لول های اولیه ویل میخواد، از یه جای بعد یه سری آیتم های کمیاب و مثلا نایاب تقریبا در کنارش میخواد. مثلا ما الان رسیدیم به لول 5، اینو انقدر آپگرید کردم اومده لول 5، و برای رسیدن به لول 6 ما یه آیتمی نیاز داریم به اسم نات آف وایدنس که از این ما فقط یه دونه تا به اینجا کار به دست آوردیم، اونم از طریق انجام دادن مأموریت اون خوکه، مأموریت چند مرحله اون خوکه بود. اون همه مأموریت انجام دادیم، تاش به ما یه دونه همین آیتم نات آف وایدنس رو داد و با این من شدم لول 5. در کنارش حالا یه سری ویلم پرداخت کردم و اگه بخوایم لول 6 رو بگیریم دوباره یکی دیگه از این آیتم های نات آف وایدنس باید پیدا کنیم که به دست آوردنش مثل این که خیلی سخته و توی چپتر 3 هم فکر کنم یکی یا دوتا به ما میده که اونو به دست آوردیم، اینو لول آخرش رو میگیریم و لول آخر اینو که بگیریم این دمیجی که به دشمن میده خیلی بیشتر میشه و اون اثر ناکبکش که دشمن پرت میکنه عقب هم خیلی بیشتر میشه و معلوم نیست که چه عجوبه ای میشه. و اینکه اول اومدم اینو آپگرید کردم فکر کردم چیز باحالیه، ولی نه مالی نیست، نره میزنه، کلی بازی در میاره. اینم چیز به درد بخوری میتونه باشه، یه عصایی میکاره که یه نور قرمزی ازش میتابه و کنار اون عصایی که باشیم اتکمون برای مدت کوتاه وقتی که اون عصا اونجاست افزایش پیدا میکنه و بعدم عصای خودش قید میشه. خب بعد اینا هم چیزای خیلی به درد بخوری نبودن. اینم که کارش اینه دیگه، میره تو دل دشمن شمشیر میزنه، بد نیستن اینو، ولی این اصلا به بهتره. و الان که لول 5 رو گرفتیم باعث میشه اون گیج کی یا چی و سیدر چی رو تلفظ کنین اون سریعتر پرشه و ما تون تون تر بتونیم مثلا ازش استفاده کنیم. و اینکه این از این. یه کار دیگه که انجام دادم این بود که بیایم اینجا دیگه، لباسا رو که براتون توضیح دادم، گفتم کارش چیه، قسمت قبلی بهتون گفتم این لباسی که تنمونه باعث میشه اون ابیلیتی پلاک آف منی بود اسمش اگه اشتباه نکنم، اون ابیلیتی که آره پلاک آف منی که دوپلیکیت میسازه از ما، کپی میسازه، این باعث میشه اون یه باد زرد بیاد دورش و هم اون دوپلیکیت هامون هم دیکویی که با استفاده از کلاود استپ میکاریم سر جامون خودمون قید میشیم اینا یه ذره قوی تر شن و اون دمیجی که بهشون وارد میشه کاهش پیدا کنه. خب این سه تا کامل تنمون کردیم، این ماسک هم فقط همینه. بعد آیتم های اینجا یه آیتم داریم کس نخورد
پشت من جز ناخن انگشت منه که این ماکسیمم استامینا اینو بره بالا، اینو گذاشتم اینجا. خب اما اینم رفتم خریدم و این قیمتش هم بالا بود، فکر کنم 12000 خورده ویل دادم براش و میتونه به درد بخور باشه در طولانی مدت، سرمایه‌گذاری خوبیه، اما اینجوری نیست که مثلا بگید یه ویلایی که از دشمن میگیری چند برابر میشه. کارایش هم اینه که همینطور که گفتم یه ذره یه مقدار کوچولو ویلی که از دشمن میگیریم بیشتر میشه. خب اونقدر ارزش نداره ولی خب بازم اگه بخواید فارم کنید این حرفا ممکنه به درد بخوره دیگه، ریز ریز جمع میشه و زیاد میشه. خب دیگه چیکار کردیم؟ آها یه دونه کوزه جدید خریدم و ما الان 4 تا کوزه داریم. این کوزه که قسمت قبلی گرفتیم از داداش اون ببر دیوانه عزیزان، این کارش اینه که وقتی جون بزنیم با استفاده از این کوزه، اون جونی که به ما اضافه میشه نصف میشه. خب جون کمی به ما میده اما اتکمونو برای مدت کوتاه افزایش میده. خب خیلی به درد بخور نیست اینجور که توضیحاتش به ما میگه. اینم لول 5 بود، 6ش کردم، یه دونه آپگرید گرفتم و این باعث میشه یه دونه بیشتر بتونیم جون بزنیم. و اینم از اون میمونه خریدم توی چپتر 1 و اینم اینطوریه که این دوپلیکیتایی که اطرافمونن وقتی خودمون با استفاده از این کوزه جون بخوریم اونا هم جونشون یه مقدار زیاد میشه. بنابراین بین این 4 تا کوزه همین کوزه‌ای که اگه بازی رو پیش خرید کرده باشیم بهتون میده به نظر من اصلا بهتره. چرا؟ چون که این یه قابلیتی داره که اون اولین باری که وقتی کوزه پره جون میزنید جون شما رو کامل پر میکنه، یعنی جون شما 1% هم که باشه 100% میشه و این خیلی میتونه به درد بخوره. به خاطر همین ما همینو میزنیم. فقط این بعدش اینه که رو 5 تا میمونه دیگه، آپگرید شدنی نیست تا جایی که میدونم، رو 5 تا استفاده میمونه. مثلا اینا رو ما 6 بار میتونیم استفاده کنیم، از اون جهت خب از اینا بهتر، ولی فعلا با همین قرمزه میریم با اینکه رنگش خیلی جذاب نیست. کار دیگه که کردم اومدم یه سری آپگرید کردم. اینو خیلی آپگرید کردم فکر کنم، یه چیزی خیلی آپگرید، اینو تو ته بردم، این ایموبلایز رو تو ته بردم و چیز قوی شده. از این ورم یه چیز خاصی فکر نمیکنم گرفته باشم، همه رو بیشتر دادم ایموبلایز و این کارا رو کردم، کاری که خیلی توضیحات خاصی نیاز نداره. خب حالا توی این قسمت توی این چپتر ما یه کاری داشتیم که انجام ندادیم، اونم اینه که ما این دره رو باز نکردیم عزیزان. تو پشتش رفتیم ولی مثلا دره رو ندیدم نه یادم بود که بخوام بازش کنم. حالا بریم دره رو باز کنیم. پشت دره یعنی در واقع همون بالا پشت بوم یه دونه روح کمان داره. خب و اون روحه رو بگیریم خیلی خوب میشه. خواستم برم بالا سنگی بپرم اون برمینم میشه، دیدم نمیشه. آره بریم روحه رو بگیریم که دیگه تمام کاری که تو چپتر 2 بتونیم انجام بدیم کامل شه و بعد بریم سراغ چپتر 3. و قبل از این که بریم سراغ چپتر 3 یه سری توضیحات داستانی بهتون میدم اول، که توضیحات داستانی چپتر 2 یه ذره کامل تر شه و یه سری توضیحات هم میدم راجع به مقدمه چپتر 3 که ببینید قضیه چیه. خب اون داشتم که قطعا بیخیال ما میشه. برو بریم بیایی درازل. اون روحه پرید اون باین، دیدی؟ خب وقتشه که چکیشی. بچه ها سنگین میزنن. تمومه جونم برای بچه. خب اینم از این روح آخرم برداریم و جون مادرت بردار، اذیت نکنم رو مارو نبر باری کلا. خب من چرا اینقدر این برم بذاره بیام این برم سلام اومدیم این برتر. رت آرچر کمان داره، موش رو هم گرفتیم و اینا همه داستانه جالبی دارن. اینا همه قبلا انسان بودن و داستان خوشگلی دارن یه عزیزان. خب عزیزان دل، کار ما با چپتر دوم تموم شد. هنوز خیلی جزئیات داستانی داره اینجا که براتون نگفتم و اینا رو توی سری ویدیوهای داستانی میگم. سری ویدیوهای داستانی هم احتمالا اولین قسمتش از فردا یا پس فردای روزی که این ویدیو رو میبینید میاد عزیزان و امیدوارم استقبال بشه، راضی باشید، حتما اونجا نظراتتون رو بگید، کامنت بذارید، حمایت کنید و این صحبت ها. و اونجا خیلی مفصل تر میتونیم همه چی بپردازیم چون وسط باکتور نمیشه دیگه، باید بازی رو بذارید کنار فقط بشینید صحبت کنید که خیلی جالب در نمیاد.
به هر حال من یه توضیح کلی راجع به این منطقه بدم و بعد بریم سراغ چپتر 3 و اونجا یه توضیح راجع به مقدمه ماجرا میدم و بعد قضیه رو شروع میکنیم. چپتر 2 تموم شد عزیزان، دیگه کارشو کردیم و ماجرا اینجا این بود که همینطور که میبینید توی این منطقه ما معبدی نداریم به اون صورت و فقط یک معبد بزرگ داریم، معبد ببر خیزان، که برای اون دوتا ببرا ساخته بودن، ببرای داداش، نه ببر پدر، ببرای برادر. و این معبد کوچیکا هم که مربوط میشه به خدایان نگهبان که پایین‌ترین درجه خدایان هستن و فقط یک معبد بزرگ داریم اینجا. دلیلش هم اینه که این مردم اینجا خیلی خداپرست نبودن و معبدا رو زدن ترکوندن و کلا خراب کردن، اصلا اهل معبدسازی و پرستش این حرفا نبودن، تو کار راز و نیاز نبودن. خدای این منطقه بودا یا بودوسیتوا این منطقه کی بوده؟ لینگجی بوده و لینگجی از اونجایی که اینا نمیپرستنش میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سوسک عظیم الجثه رو ول میده به جون مردم این منطقه. خب ما اینو از کجا میفهمیم؟ از اونجایی که آخر چپتر دوم راوی ماجرا برگشت گفت که بودوسیتواها، نمیدونم آراتها، خدایان، بودوها، اینا همه هر کدوم یه سواری دارن. خب یه سواری دارن، در واقع سوار که نه، یه سواری دارن، یعنی یه وسیله نقلیه دارن. خب مثلا نمیدونم یکی شیر داره، یکی اژدها داره، یکی بز داره، این حرفا. و این سوسک عظیم الجثه احتمالاً یه سواری داشته، احتمالاً وسیله نقلیه یکی بوده. خب و چه کسی جز خدایان، چه کسی جز انسان‌هایی که به کمال رسیدن قراره چنین موجودی رو سوارشن؟ هیچ کس. خب پس بنابراین خدای این منطقه کی بوده؟ لینجی. پس کی اون موجود رو رها کرده به جون ملت و جلوشو نگرفته؟ لینجی. چرا این کارو کرده؟ چون مردم اینجا اهل پرستش نبودن و یه جورایی میخواسته بهشون یه درد و رنجی وارد کنه که دست به دامن خدا و خدایان شن و بگن لینجی بیا کمکمون کنه، یه پیشکشی باش بکنن، راز و نیاز و معبد بسازن براش، این حرفا. و نقشش نگرفته و بدتر تأثیری که میذاره اصلا اون چیزی نبوده که توقعش رو داشتن و یه موشی سر و کلش پیدا میشه، یک هیولا موش، یک شیطان موش، یک یاگوای که همون موش باد زرد بوده و بعد میاد اون سوسک عظیم الجثه رو شکست میده و بعد پادشاه اینجا باش حال میکنه، بهش لقب حکیم باد زرد رو میده و بعد یه قانونی رو وضع میکنه که باید به تمام موش ها احترام گذاشته بشه، باید موش ها نهایت احترام رو ببینن توی این سرزمین و محترم شمرده شن و این احترام انقدر زیاده روی میشه توش که تبدیل میشه اجرای به پرستش. خب و لینگجی اینجا شاکی تر میشه و تصمیم میگیره اینایی که رو آوردن به پرستش یک هیولا، یک شیطان رو تبدیل کنه به یاگوای، همشون رو، همه این انسانای این منطقه رو موش کنه. خب و آره دیگه بقیه‌ش هم که تا ماجرا گفتیم، باز هم میگم خیلی جزئیات داره، خیلی جزئیات داره داستان، یعنی یه ویدیو یک ساعته قشنگ، شاید بیشتر حتی، فقط باید بسازم بپردازم به تمام داستان‌های فقط چپتر 2. خب یه ساعت و نیم حداقل اینا در میاد، خیلی داستان جذابی داره. به هر حال اینا رو کارشو بعدا میکنیم عزیزان. ببین سراغ چپتر 3 یه توضیح هم اونجا بهتون بدم که ماجرای چپتر 3 از چی قراره. خب چپتر 3 توی منطقه یه به اسم غرب جدید، The New West فکر کنم اسمش این باشه، بذارید بخش فسترابل ببینیم. لوچو داداش، لوچو کار داریم، لوچو عمو ببینه جون مادر، لوچو مرسی. خب ما الان توی مسیر تپه برفی هستیم و اگه بیایم اینجا The New West، غرب جدید. ماجرا اینجا چیه؟ توی رمان راهب تانگو، بوکانگو، جیباجی و یه سری دیگه از اعضای گروهشون میان به این منطقه میرسن و هدفشون این بوده که برن به معبدی به اسم معبد قرش رعد. قرش رعد، اون صدایی که از رعد و برق مثلا در میاد، معبد قرش رعد. هدف این بوده که برسن به اونجا. توی مسیر با یه بنده خدایی روبرو میشن به اسم یلو برا، پیشونی زرد، که این خیلی قوی بوده، به طرز عجیب و غریبی قوی بوده و یه سلاحی داشته که نمیدونم به فارسی چی میگن، یه آلت پرکاشن موسیقیه، احتمالا همتون دیدید، مثل دوتا دیسه اینا رو به هم میزنه و توی موسیقی توی ارکستر این صحبت ها یه صدای چش
یه همچین صدایی میده، دیدید دیگه. دو تا از اینا داشته، فکر کنم سیبل همچین اسمی داره، سیبل طلایی اسم سلاحش بوده، فکر کنم سیبل میشه. حالا اگه چیزی دیگه هست تو کامنت ها بگید. و با استفاده از این سلاح ووکانگ رو گیر میندازه، ووکانگ رو میکنه اون تو، یه سلاح جادویی بوده و این باعث میشه که ووکانگ اون تو نتونه اساسشو کوچیک بزرگ کنه و قدرتش هم ضعیف‌تر میشه و این حرفا، اون تو گیر میفته، زندانی میشه و ترتیب باقی اعضای گروه رو هم میده و بعد یا جیباجی به جاسوسای امپراتوری یشم خبر میده یا خود جاسوسا نظارگر همه چی بودن و میرن آمارشو، آمار این قضیه رو میدن به امپراتوری یشم. اینو دقیق یادم نیست، ولی به هر حال به محض اینکه خبر میرسه به گوش امپراتور یشم و دربار آسمان، از اونجایی که دیگه الان متحد شدن با ووکانگ جورایی، امپراتوری یشم تصمیم میگیره که 28 صورت فلکی رو بفرسته به کمک ووکانگ و گروهش، خب که اینا رو نجات بدن. 28 صورت فلکی قبلا از ووکانگ شکست خورده بودن سالیان سال قبل، خب ولی به هر حال میان کمکش و موجوداتی بسیار بسیار قوی هستن عزیزم. ماجرای این صورت فلکی اینه که توی ستاره شناسی چینی ما 28 صورت فلکی داریم و 4 جهت داریم، قاعدتا شمال و شرق و غرب و جنوب، خب و هر کدوم از این جهت ها یک حیوان عظیم الجثه داره که نماد اون جهته. مثلا شرق ما اژدهای لاجوردی رو داریم، بالا یه پرنده رو داریم، چپ یه ببر رو داریم، پایینم لاک‌پشت سیاه اگه اشتباه نکنم. هر کدوم از این حیوان ها یه رنگی دارن، یه احساسی دارن، یه حسنی دارن و یه عنصر چینی هم دارن. عنصر چینی 5 تان، چوب و زمین و چوبو یعنی خاک و آب و آتیش و فلز، خب و یکی از اینام حالا نسبت داده شده به اینا، البته ماه و خورشید هم اومدن کنارشون، مثل اینکه 7 محسوب میشن. و این 28 صورت فلکی تقسیم به 4 که بشن میشن 7، و هر 7 از این صورت فلکی یک دونه از این حیوانا رو مثلا توی اون جهت تشکیل میدن توی آسمون. یه همچین ماجرایی داره و این کلن 4 جهت و این 4 تا حیوان ها خیلی مقدس هم هستن و اسامی زیادی دارن توی فرهنگ چینی، مثلا بعضی وقتا بهشون میگن 4 خدا حتی، و خیلی داستان های جالب و عمیقی داره پیرامون این ماجرا. و جونم براتون میگه که آره، پس 28 صورت فلکی هر هفتهشون برای یک دونه از این حیوانات عظیم الجثه مقدس، و خلاصه این 28 تا میان کمک ووکانگ و دار دستش و درگیر میشن با پیشونی زرد، با یلو براو شکست میخورن. طرف خیلی قوی بوده، اونا رو پاره پوره میکنه و یه گونی جادویی داشته، از اونم برای اینا استفاده میکنه و خیلی چیز عجیب و غریبی بوده طرف. و این 28 تا میشنن دورم یه استراتژی میچینن و اونم این بوده که یه اژدهایی که اون وسط بوده که در واقع توی صورت فلکی اون اژدهای لاجوردی که برای شرق بوده میشده بخش گردنش و مهمترین بخش بدنش بوده و خیلی اژدهای پرزوری بوده، بیاد با شاخ خودش ووکانگو از اون لا در بیاره، شاخر یعنی فرو کنه لای اون سلاحی که داشته، اون سلاح دو تیکش از هم بازشن و یه جای باز شو ووکانگ بتونه بیاد بیرون. و این کارو میکنن، ووکانگ از اون سوراخ جا نمیشه، بنابراین میان شاخ اژدها رو سوراخ میکنن و ووکانگ از اون سوراخ میاد بیرون و به محض اینکه آزاد میشه میزنه اون سلاح رو نابود میکنه و بعد میره دست به دامن خدای این منطقه، بودای این منطقه میشه دوباره، دقیقا مثل چپتر قبلی که سر ماجراش رفت و دست به دامن لینجی شده بود، اینجا دست به دامن بودای این منطقه میشه که نمیدونم مدیراس اسمش، یه اسم سختی داره که حالا جلوتر میبینیمش. قبلا هفته توی کاتسین اول این چپتر هم دیدیمش، همون بچه بوداه، اون در واقع بودای این منطقه است. خب و ما برای گذشته یه بودا داریم، برای حال یه بودا داریم، برای آینده هم یه بودای مخصوص داریم که این بند خدا بودای آینده است، مثل که خدای آینده است. و به هر حال اون میاد با یه ابیلیتی، با یه جادویی به اسم سیل اگه درست یادم باشه به معنی مهر و موم، اون یلو براو رو زندانی میکنه و یه جایی هم خوندم مثل اینکه میندازتش تو همون گونی جادویی خودش و با همون گونی میبرتش. حالا عزیزان دل، هدف یلو براو از حمله به راهب تانگ و ووکانگ و جیباجی و دار و دستشون این بوده که میخواسته جای اینا، یعنی ترتیب اینا رو بده بکشتشون، جای اینا بره به غرب و نوشته های دینی رو برداره بیاره و به مقام بودایی برسه، خودش به مقام بودایی برسه. خب و اسم این چپتر چیه؟ غرب جدید. غرب توی بازی به هندوستان گفته میشه، سرزمین بودا، یه سرزمین مقدسی بوده، البته هندوستان اون زمان میشه نپال امروزی، خب که به عنوان سرزمین بودا شناخته میشه، چون اون بودای اصلی مثل اینکه اونجا به دنیا میاد. و
اسم این چپتر چیه؟ غرب جدید. از اونجا که یه لوبرا خودش میخواسته بره به اون معبد و به مقام بودا برسه ولی نتونسته این کار انجام بده، احتمالاً یکی از ریلیک های ووکانگ افتاده این سمت و این قدرتش رو به دست آورده و با استفاده از اون قدرت یه جورایی اومده غرب خودش رو بسازه، سرزمین بودای نوع خودش رو بسازه. خب این صرفا برداشت منه، حدسه که میزنم، چون از یه جای جلوتر نرفتم راجع به داستان این چپتر بخونم که چیزی اسپویل نشه، صرفا مقدمه‌شو خوندم، یه سری اسم کاراکترا رو خوندم که برم تحقیق کنم اینا کیان، پیشینه‌شون چی بوده و چه ربطی به رمان دارن. و قضیه به صورت کلی این بوده و احتمالاً آره دیگه، قدرت اون غلبه کرده به این استادش و به همین بودای این منطقه و یه جوری غرب جدید خودش رو ساخته و حالا ما باید بریم بکشیم زیر داستانش. و اینکه اینم از این عزیزم، اینم از این، بریم ببینیم قضیه چیه و چیز دیگه نیست که براتون توضیح بدم. و اینکه آره خوندنی همارم خوندم و یه روح جدیدم پیدا کردیم که اینجاست، این برای دشمنای دور به کار میاد فکر کنم. آره کراسبو دستشه، چند تا تیر ول میده به اینایی که مثلا از بالا مالا از جایی که بهش دسترسی نداری ما رو میزنن و بعید میدونم کامل بکشتشون، هم خب اذیتشون میکنه، اذیتشون میکنه تا یه مقدار کوچولو. اخ 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 اخ، اینا الان همه زنده میشن ما رو بدبخت میکنن. نه دارن غیب میشن. انبه میخوره؟ عجب عجب، بایست داداش بایست. تمامی مجسمه های دورم همه غیب شدن، همه غیب شدن، عجب منظری. آها یکی همون پشته. بیشین بیشین اوو با یه ضربه چه چکی زد بیشرف، دم مرگ رو چکش یه این بازی کن. قشنگ آماده اومدم کاراکتر قوی ها، میبینین اینا مثلا قرار بود ما رو پاره کنن از خدا بی خبر ها. نه همینطور ایش هم دارم ما رو پاره میکنم، توش آروم باش، ضربه سنگین بود. دوتا اگه دوتا این که ما هم زیاد میشیم. بزن دیگه اونو بزن داشت، اونو بزن، ای خاک تو سرت، اینو بزن بابا، دارم هر دارو با هم میزن. چرا نمیزن ابیلتیه رو؟ باید آردو رو نگه دارم اول بعد دلدو رو بزنم. من هر دارو با هم میزدم نمیگرفت، لعنتی. خوبه یه آرسه بزنی مشخص میشه کی زنده است کی نیست. کاش این کارو نمیکردم، واقعا کاش این کارو نمیکردم. خب اینجا چیزی نیست. چی؟ بابا ما خیلی خفنی.
ای پدر سوخته مکاک چیف. این مکاک ها توی روما نمیم چجور بخونم مکاکیه مکاکی و مکاکی خوندشه قاعدتا. نه توی رومان هم یه صحبتی ازشون بود، اسمشون رو زیاد شنیدم توی چیزایی که از رومان خوندم. و معمولا یه سری میمونای شرور بودن، یه نژادی دیگه از میمونا بودن که با چیز متفاوت بودن و خیلی شرارت داشتن، داستان میکردن هر دفعه. آخ بیشرف. اوف داره تمومه دیگه. دعا نکن داداش، دعا نکن، دعا نکن، ما رو توی موقعیت قرار نده. تمومه کارت. برو خونتون بابا، این کار نبودی از اولش. عجب شمشیر خوشگلی داره ولی بیشیرم دومش هم خیلی ناز بود. 1600 بیل داد به ما. صدای جالبی داشت. یه جون ناز بزنیم. یه باز کشیم، یه صندوقی، گنجینه‌ای، آیتمی، کوفتی، زهرمار، یه گیاه نمیدیم به ما؟ خدا ازتون نگذره، من که راضی نیستم. فکر کنم رو گردنم یه حشره است، جون مادرت اذیت نکن. جونه مادرت بره دیگه. بیا پایین، بیا. آی 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 از شما خیلی بدم میاد. عجب ورودی نازیه. چخه خوشگلن اینا. همه شون ما رو چک خور نمی کنن قبل مرگ، فقط اونایی که سلاح دارن این کارو میکنن. و این دیواره نامریش به خدا خیلی رو اعصاب زشته. آخ 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 آخ، من گفتم اون ور نریم، اومدیم اینجا بدتر. نکنم چی بزوش. اه نمردی مگه؟ چی داره میشه؟ آداش ما پرشمون از تو قوی تره، این کارات نکن. بابا بسه دیگه، یه دوش یه اذیت هم نکن. خب بیا 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 جون بزنی. نه البته یه دونه به ما میده. نه آره یه دونه میده. خب اینجا چیزی نیست.
این ور یه راه داریم که از اون ورش هم میتونستیم بریم. این هم به همون میرسه، این هم ظاهرم به همون میرسه. بچه ها زیادن چقدر اینجا. من رفتم اون جلو زدم منو پاره کردن. خب و مانمون هم خالی بود، خیلی وضعیت افتضایی بود، خیلی جالب در نیمد این صحنه، بخاطر همین حذفش میکنم. خب و دوباره میرم باش میجنگم، اصلا نگران نباشید این دفعه میزنم شو. تعداد خیلی زیاده و اون وسطی هم خیلی وحشی بیشرف. مانا نداشتم، خیلی زشت جنگیدم. دو تا از این هاست این وسط. یکیه یکیه. حالا با مانا نگاه کن، زد ابیلیتی ما رو کنسل کرد بیشه. جونش خیلی زیاده، نمیدونم چی میخوره انقدر سگ جون شده. کشتمش عزیزم. چونه آها، این روح داشت بی شرف که اینقدر سگ جون. گشت کوهستان آبی هم هست. سه تا ضربه میزنه. نه همین خودمون اصلا بهتره. بی بیرون. باوری کرد. این باز میشه؟ نه باز نمیشه. به به خوبه. این برم که خبری نیست. یکی دو قسمت این چپتر رو بریم جلو، بعد باز میرم قشنگ میشونم میخونم بیام براتون داستان بگم. از اینجا نمیریم، از همین سمت میندازیم میریم پایین. خب همین یکی دیگه. معمولی هاش مالی نیستن. خب باشه بی پدر. اوف دیدید چقدر طولانی ایموبلایت شد، چون تا ته آبگریدش کردم ابیلتیه رو و مانای بیشتری مصرف میکنه، اما خب سری کارهای دشمن رو میکنه، یعنی دشمن رو زیاد از حرکت میندازه طولانی مدت. خب اینجا هم که هیچی نیست، یه مسیر ما شد همون بر. پس جونو بزن، اینو بردار، برو بریم. فضای باحالی داره چپتر 3. اینجا شلوغ بود. باس فایت داریم فکر کنم. چقدر خوشگل اینجا. اه
هی بس قلی زشت با بیا پایین دیگه مسخره کرده ما رو نیم وجبی به به تکه های طلا به دست آوردیم آب خوشگلی چجوری هست که یخ نزدی چرا اینجا برف نداره زیر یکی هست زمین گرمه خدایا آخ 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 اینجا ترسناکه آخ 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 Faith and devotion, quite the notion. Yet how many can claim a mind so pure, still and sure? Look at you, through the heavy snow you roam. Desiring that thing. یه دنبال اون چیزی بدون شک. قبل از اینکه بیای فایلتو خوندم. میخوای بشنوی چی بود؟ ای دنبال مرگ خودتی من جلو تو نمیگیرم من نگهبان غرب جدید فرد مقدر شده رو بهش خوش آمدگویی میکنم حالا پرواز کن اه خفاش شدم خودش اتومات داره میره من پرواز نمی کنم این کیپر اینجاست مثل این که بند خدا خدای نگهبان اینجاست صورتش زشته از پشت فقط نگاش میکنیم چون جلوش زشته گوگولی چه بالایی داره بیشرف و چه طراحی خوشگلی داشت کاراکتره کاش اون ور رو میگشتم حالات معبد داریم اینجا میتونم برگرم اون ورش رو نگشتم درست حسابی احتمال یه چیزی اونجا مخفی کرده باشه آه اینم بگم که اون آرینایی که اون میدونی که توش سوسکر شکست دادیم رفتم کامل گشتم وجب به وجب و هم یه دونه معبد بود که ندیده بودم هم یه دونه صندوق بود اون گوش موشا اون معبد رو میبینی روی دریاچه اونجا چیزی که دنبالشی هست ارباب این سرزمین رفته الان تصرفش کن و اینجا رو ترک کن یه ارباب اینجا نیست یعنی برو آیتم اون چیزی که دنبالشی رو سری بردار برو منظور همون ریلیک اوکانگ ریلیک سومش معبد داریم جای ترسناک ما رو برد بی شرف استراحت بزنیم و دیگه چیز دیگه اینه بخواد صدای پفاش هم اومد بکنم آی آی گفتم این بیشرف صداش اول میاد بعد خودش میاد اول صدا بعد تصویر رفیقات کجا هم؟ او گلابی آسمانی جالب یه واسه تو گفتم خوشگل بکشمت حال کنی اون وسط یه چیزیه
اینا چی هم؟ مجسم نه زنده نمیشه مجسمه اینا دعا میکنم به درگاه اینا چرا؟ عجب ماشالله چقدر عزولانیه تک درخت تنها یک دو سه چه بچه ها جمعشون جمعه چی اینجوری میشه؟ عجب خب دیگه اینجا رو کامل گشتیم درسته؟ این تم یه نگاهی بندازیم و بریم وسط ببینیم چه خبره خب دیگه برو بریم یخه یه چون بله مدیتیشن اینجا یخه دیگه آره یه مدیتیت خوشگل هم بزنیم لایک و کامنت یادتون نره عزیزان دل جیگر طلای من و مرسی که تا به اینجای کار همراهی کردید مرسی که صبوری میکنید تا ویدیو بیاد و اینکه عشق منید دیگه خیلی داره حال میده احتمالاً از اینجا بعد حس میکنم ویو کمتر میشه چون صبر زیاد شده خیلی ها اینطوری هن که و احتمالاً کانال های دیگه دارن تموم میکنن خیلی ها اینطوری هن که بریم اصلا اونجا ببینیم کار راحت شه ولی اونایی که موندن و ویدیو رو با من میبینن دمتون گرم و سعی میکنم تا جایی که میتونم ویدیو پربار باشه که ارزش ساب کردنتون رو داشته باشه خب اسپارکامون شد 3 تا فعلا نیازی نداریم چیزی اضافه کنیم یه اتفاق بدی قرار بیفته اینجا یه گولاخی الان در رو میشکنه میاد بیرون با چوب و چماق نه البته قاعدتا اون یلو براو رو اینجا نباید ببینیم هنوز باید یه مسیر زیادی رو طی کنیم آخ 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 زیر آب، زیر یخ چجوری آتیش داره؟ چقدر خوشایند هنوزم بوی تو رو یادشه این که دختره وقتی اون میمون زنده بود همش گریه زاری میکرد و التماس میکرد کمکش کنم حالا هم که مرده همه شما جوون مبونا رو فرستاده صاف پیش من این گونی من به زور میتونه همه شما رو دوش جا بده
کان جین بلونگ. گفت برو اینو واسه اربابت جفت و جور کن. این همون اجاه هست که با شاخش اون سیبلر باز کرده بودن. میگه ببین اگه این میمون مثلا لایق اینه که بین پیروان من، بین مریدان من یه جایگاهی داشته باشه یا نه. این همون اجاه هست که با شاخش، یکی از 28 صورت فلکیه، با شاخ این اون چیز رو باز کردن که بوکانگ در اومد. پس این بیشرف، این بودای بعد اینجا بیه. اه 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 یه لحظه یه لحظه بابا من میخوام شو. آها بعد جایی باش دادم. سرش کجاست؟ خیلی پیچ میخوری تو خودش، حال نمیده این تا دیر چه کلت رو میخوام ببینم. آها خوب جایی نیست. شاخش کو؟ اینه شاخش؟ این که دو میشه الان یه شاخ بلندی داشت. این شاخه کجا رفته الان؟ الان این شاخ درازی داشت تو کلش، چرا دیگه نیست؟ خیلی عجیبه. به هر حال همین بند خدا با شاخش بکنم همینه، این ریز بیزه است، در رو باز میکنم. خب عزیزان دل، این برادر زد ما رو پاره کرد و اینکه بهتر اومدم قشنگ مانم بر شد، همه چیم پر شد. دوباره بریم سراغش و جونش خیلی زیاد نیست اما اتکاش خیلی سنگینه، خیلی فنون زیادی داره بیشرف. ای وا گرفتت بله. آخ اوف بزن سرش. آی بیا پایین. خب این کولیوازیاتو چرا در میاری عزیز من؟ بیا پایین، این مرد با هم به جنگی. ما یه زمانی دوست بودیم، البته با من نه، با بوکانگ دوست بودی، کمکش کردی، بوشو به خاطر داری. کجا تو بزنم من؟ این پیلر استنسه به کارمون میاد. نمیرسه بش. وای. چرا رفتی اون تو؟ ایوانه وای میگرفت کشته بود. بابا وول نخور انقدر دیگه.
استامینا. استامینا. همونش نده. هوهو بابا چه میکنه این بازیکن؟ نه تو مخلصم. ای ملکه بود؟ ببخشی آج خانم، ببخشی آج خانم، ما از موقع شما آجوغا صدا میکردیم، ملکه بود پادشاه نبود، اولین ملکه بود که کشتیم. عجب بوس فایت جالبی بود. چسبید چسبید. اه که کتک خورده انگار، داره فرار میکنه. تو مسیر تو انتخاب کردی، این دفعه راه فرار آسونی نیست. چه عجیب بود این صحنه. اینجا همه بدن مثل این که آدم حسابی نداریم توی منطقه. کشور پگودا رل معنی قلم رو میده، کشور دنیا هم میتونه باشه. خب این دفعه کیه دیگه؟ یک خدا یا یک شیطان؟ خب توضیحات ملکه هم باز شد، مثل اینکه دوتا یا سه تا توضیحات برمون باز شد. اینا رو بعدا سر فرصت میریم کاراشو میکنیم عزیزان. الان بریم ببینیم اینجا چه خبره. اومدیم زندان مثل اینکه. و صدایی که سلام، صدایی که شنیدیم از اینجا بود. من این بوی گند میمونو میشناسم. همون جا که هستی باش، تازه کار. سرگردونات تو اینجا مرگ نصیبشون میشه. این کیه؟ اینه؟ اینه دیگه. آره؟ نه این که به نظر میاد مرده. یه موش دو سره. کی داره صحبت میکنه؟ آها این تهه. این هشدار رو از من بشنو. یه نفر به سادگی اون قفسی که پیشونی زرد ساخته رو رها نمیکنه، ازش آزاد نمیشه. و اونایی هم که تلاش کردن، بعضیشون دیوونه شدن، بعضیشون هم مردن، باقیشون هم مردن. به قلم روی بودا خوش اومد. دیدمت بیشرف. ای پدر سوخته، چه ترتمیزم هستی تو زندان. نکنه از خودشونی، چه ناخونهای تمیزی داری تو، مثلا زندانی. دیدی ما چه گرفتم بیشرف. خدای چجوری تو زندان اینقدر تمیزه؟ باشو توش سعی کردم آزادت کنم، نشد.
میگه اینجا ذهن آدم درگیر یه سری زمزمه ها میشه و از طریق اونا دیوانه میشه و این حرفا. این شامل تو هم میشه، شامل بابات میشه. چرا بخوای باش بجنگی، به خودت سختی بدی ها؟ فقط حسات و هوشیاریت رها کن و منتظر مرگت شو مثل من. داشت به ترتمیزی اومدی زندان میگی منتظر مرگ؟ تو قشنگ مشخصه چارچنگوری چسب میدی به زندگی و این دنیا و بند و مادیاتی. خاک بر سرت کنن. من میرم سراغ معبد دعا کنم با بیشرف. ای پدستک، منفورترین موجودات که تا حالا توی بازی دیدم من بیشرفان. حالا ازش میکنم بخوری یکی از یکی پس فطرت تر. خب اینو بر میداریم دیگه، معبد هم این بغل، جنون اصلا نیازی نیست. خب پس بودای این منطقه ظاهرم با یلو برا دست به یکی کرده عزیزان. اه؟ اه اه؟ چی شد؟ بابا بی خیال، بابا بی خیال. چشماش قرمز شده. زمانی که ووکانگ میفته توی اون دیگ هم اتفاقا چشاش همینجوری قرمز ممز آتشین میشه. وای چرا جونم همینطور داره کمتر میشه؟ جونم نصف شد، ماکسیمومش نصف شد. ای چه ها یعنی اینا؟ چرا بازی ترسناک شدی و نوم از اینا بودن؟ آها خب اسم اینا لانترن واردن، یعنی نگهبان فانوس مثلا. خب و صدای موتور میاد عزیزان، نمیدونم میشنوید یا نه ولی گفتم در جریان باشید. اینا ظاهرن یه سری یاکشا بودن. یاکشا به معنی خدا میشه. خب همین خداهای پیش با افتاده، حالا خیلی خدای گردن کلفتی نه. و اینا توی این غرب جدید پناه گرفتن و اکثرا اینطوری بودن که نمیخواستن اون کینه های قدیمیشون رو بریزن دور و چنگ زدن به همون کینه ها و با همونا تبدیل شدن به مریدان این معبد. خب و بعضی از این یاکشه ها میخواستن که به روشنیدگی برسن و موهای سرشون رو زدن و شدن مریدان اونجا و این حرفا و به اربابشون قول دادن که 1000 تا سر رو قطع میکنن که بهش ثابت کنن که چقدر خفنن و چقدر مریدان کار درستین و چقدر معتقدن و این حرفا. یلو براو که خب بودای این سرزمینه مثل این که خوشحال میشه از این قضیه و یه سری چاقوهای تشریفاتی بهشون میده و به اونا میگه تیغه راهب یا راهب‌های تیغه‌ای مثلا و بهشون اجازه میده که توی این قلمرو پاگودا زندگی کنن و به حالا کارهای دینیشون بپردازن و این حرفا و اگه واقعا بتونن 1000 نفر رو سر ببرن میتونن تبدیل شن به آرهات توی اون تالارهای اصلی که آرهات رو توی قسمت گذشته توضیح دادیم چیه. و این راهب‌های تیغه‌ای خنجری مثلا فکر کردن که این کار خیلی آسونه چون که دنیای پاگودا، قلمرو پاگودا پر از تازه وارد بوده و میتونستن دخل اونا رو بیارن و سریع 1000 تا رو جور کنن. اما یه مدت که میگذره میبینن نه، کشتن 1000 نفر توی این منطقه خیلی هم سخته. چرا؟ چون که بعد از اینکه این تازه واردا رو میکشن و اون ریزمیزه ها رو میکشن
دشمنایی که باقی میمونن، یعنی مردمی که توی اون قلمرو باقی میمونن، همه گردن کلوف بودن. یه سریاشون همین لانترن واردنا بودن، همین نگهبانای فانوس بودن. یه سریاشون اسمشون استارفد ابومینیشن بوده، یعنی انزجار گرسنه مثلا. یه سریاشون تیراندازهای یاکشا بودن و اینا مثلا یه مدیتیشن چشم بسته رو مثل اینکه تمرین میکردن و یه قابلیتایی به دست آوردن و این لانترن واردنا اصلا کسی جرئت نمیکرده بره سمتشون و از اون ور اون استارفد ابومینیشن ها مثل اینکه خیلی فرز و تیز و بز بودن و این تیراندازه یاکشا هم خیلی ترسناک بودن و اینا با این ترسناکیشون ضعیفترین موجودات این منطقه محسوب می شدن. عجب. یه یاکشای اونجا بوده که موهاش قرمز بوده و اغلب یه گوشه تنها و ساکت می شسته و از اونجا که آدم مثلا در ظاهر ضعیفی بوده، اینا تصمیم گرفته بودن که اونو مورد هدف قرار بدن و هرچند که این راهب مو قرمز، یاکشا مو قرمز در واقع باور داشته که تمام موجودات این دنیا حق زندگی دارن، یه تنفر عمیقی داشته نسبت به اونایی که بیدلیل دیگران رو سر می بریدن و باعث شده بودن که مردم کشورش نابود شن، همشون کشته شن. به خاطر همین هیچ رحمی رو به این بلید مانک ها، به این راهب های تیغه‌ای نشون نمیده و سرشون رو می بره. عزیزان، بعد از این درس مهمی که این یاکشا مو قرمز به این راهبای تیغه‌ای میده، اینا یه ذره کنترل شده تر رفتار میکنن، یه ذره سرشون به سنگ میخوره، آدم میشن. ولی به هر حال گوش موشه‌های این قلمرو مخفی شدن و منتظرن که یک از خدا بی خبری از اونجا گذر کنه و خفتش کنن و اون تعداد سربریده هاشون رو بیشتر کنن. بیشرفا. ولی خب این توضیحات که اینجا نوشته بود هیچ ربطی به نگهبان فانوس نداشت. ما صرفا فهمیدیم که این نگهبان فانوس یه موجود خیلی خیلی ترسناکیه که باید ازش حذر کرد. عزیزان، توضیح دقیقی راجبش نداده بود و کلن یه بخش زیادی از خوندنی های بازی هم همینه. بعضیش چه خوشگله، این اصلای همین اجراه است. آره، یه بخش زیادی از خوندنی های بازی مجرش همینه. مثلا راجب یه کاراکتر قراره نوشته باشه، اما راجب یه کاراکتر دیگه نوشته که بعد مثلا خوندنی اونو بخونی باز به این ربط پیدا میکنه و این خوندنیاش هم حالت پازل تور داره. غیب شد. آ چشامم درست شد. آ اینا پس موقتیه. حل چشاته. حل گرفتم قضیه چیه. او کیستی؟ عجب، این بهش میخوره کاراکتر بعدی باشه. اینا رو احتمالاً بعداً میتونیم آزادشون کنیم، ماموریتی چیزی احتمالاً به اون بدن. همینجوری بیدلیل اینا رو ننداختن این تو. آخ 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 اوزا خیطه عزیزم، اوزا خیلی خیطه اینجا، خیلی ترسناک. چقدر بازی داره حال میده، چقدر بازی داره حال میده. اه داداش نیفتی بابا، تعریف کردم ازت اینو مادرت. خب بریم این تو بینیم چه خبره. بازم هستین که این به نظر تو میرسه از اینجا اونجا. ای بابا نرسید، لعنت. بیا پایین بابا. اینا همون یاکشای کماندارن احتمالا. اینجا دشمن داریم و از این بیلبیلک ها داریم. این مسیر هم ادامه پیدا میکنه. فقط نفهمیدم این چجوری افتاد رو من
ربطی به این داشت؟ یعنی منظورم این چشای قرمز و اون وضعیت عجیب غریبه. چخه اوه، درسته درسته، حق با تو، حق با تو، حق با تو. دشمن تو رو اگه بتونم بزنم، وای 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 وای، دارم بدبخت میشم، دارم بدبخت میشم. شما هم حس میکنید دارم بدبخت میشم؟ بله دارم بدبخت میشم. چونو مادر نیفت، الان نیفت، بذار اونو بکشم، اونو بکشم، خالی کنم خودمو. آخ آخ قلبم، آخ قلبم، چرا انقدر ترسناک این بیشگرف؟ جونم وقتی اینطوری میشم، اینید ماکسیمومش داره کم و کم و کمتر میشه. و یه علنگ فانوسی اون برداریم. روزا خیلی خیته، روزا خیلی خیته، موهای بدنم سیخ شده، موهای بدنم سیخ شده. وای وای، وای 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 شیپور زه. صدا فیل شیپور چیه؟ باغ بحش خدایان خوش اومدید. بیا اینجا داش، اونجا خیلی خیته. بی تو بیا دیگه، با تو بخوای بیدار شی این قرمزی چه شما رفته هستم. بیا قرمزی رفت، قرمزی رفت، خوبه، موقتیه. آخ قلبم، از این اسکولام داره اینجا که دارم زندانی کردم. صدای خیلی بدجوری داره میده. خب این که مجسمه است. آخ آخ، این فانوسه. چشم قرمشه، این نگهبان میشه، ماجراش همینه. وای وای، کاش مانم روی نرون نمی کردم. چقدر زشتی تو. وای وای وای، گن زدم، وای گن زدم. قارچه کله ماری کی توف کرد؟ اینا جونشون خیلی بیشتر شده نسبت به چپتر قبل. داداش بیا، بیا این ور، اون خطرناک.
بیا بیا تو هم یاد باز کنی نو یه وای 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 فرار کن فرار کن یه آخ یه کاسه مرغوب چینی پیدا کردم وای وا وا این زنبالمه؟ آخ 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 ای وای ای وای این هم شانس مای عزیزم نه 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 یه چیزی داره من میخوره یکی نورافکن انداخته بانوس اون بیشرف آره فانوس چیکار میکردی؟ با فانوسش ما رو میکشید میبرد بالای کارای میکرد ریس کنم بکشمش نه میبینی منو؟ میبینی منو؟ غیب شد بابا بی خیالیه خواستم بکشمش اسخره خیلی ترسناک میشه وقتی اینجوری میشی تو هم لولویی؟ نه لولو نیست بیا بیا اینجا بیا اینجا اونجا خیطه من از ارتفاع متنفرم بیا تو چونه مادرت بیا تو بابا نکن این کاراتو دیگه بیا بیا کام کام دعال آه عربی بلد باره کرد این از مسلمونای معبد بوداییه باره کرد خب این برم نیاز بررسی کنیم نه ظاهرن که نیاز بله یا بابا جان چرا نمیخوره این ضربه وقتی قشنگ رو سرشه اوه اوه اون تو رو با این وضعیت مانا خیلی ریسکه بریم اونجا ولی اه بسست خدا رو شکر خدا رو شکر که نیازی نیست بریم اونجا به علم اون بالا چی بود؟ پس یه سری درها هست که روش یه چیز بنفش ماننده که این قفله دیگه انگار یه جورایی و این قفله رو که باز کردیم باید بیاییم اینو همه رو بررسی کنیم اینجا چیز خفنی میده یه بیشرف اینجا داره گشت میزنه فکر کرده علکیه نکن کاراتو خب وای وای خب من این راهو نمیرم الان چه کاری بذار یه معبدی چیز پیدا کنیم بعد بیام اینو برم اگه کلاود استپ رو بگیریم با اون میشه یه حرکت هایی زد اینجا بالا میره؟ نه وای فانوس خب از اینجا اومدیم مسیر ما وای چه موقعی چه موقعی چه موقعی بوتو بوتو بوتو
وای اون پایین چی بود؟ اسیر ما بود؟ راه مخفی بود؟ پرتگاه بود؟ چی بود؟ همینجا بایستیم تا این تموم شد دیگه، نمیشه کارش کرد. ولی کاراکتر قیافه نازی داره با این چشا. گیر کرده؟ کاش یکی به من بگه این وضعیش چیه؟ برم پایین یا نه؟ بابا به نظر میشه کاری کرد اونجا، ولی خیلی ریسکیه. امیدوارم نمیرم. صدای بدی میاد از پایین. وای وای بزن جونم گونجو. خب اینجا هم یه زندان قفل داریم که میشه قفلشو باز کرد. گونجو پرش بلد نیست، باید برگردیم به حالت میمون. اینجا دیگه چیزی نیست. دور زدیم دور خودمون. دور زدم یا نه؟ آره دور زدم. بذارش اینا قبلا گفتی. خب ولی چرا اینا همه زنده شدن دوباره؟ واقع اگه دور زدم چرا اینا همه زنده شدن دوباره؟ وای 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 معبد کدوم بر بود؟ این نمیشه حرف زد؟ آخ 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 اینم وحشی شد. اوه 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 نه چرا؟ نمیر بیشرف الان چی داره میشه؟ چرا اینا همه زنده شدن؟
جدی چی داره میشه؟ تنها مسیری که موند خب اون پله بود. ترسناکه. باید سگ دو بزنیم از رو همون رچیم. چخه 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 ارازل چخه ارازل چخه. اینجا بود؟ نه. برادران فانوس به دست مخلصن مخلصن. ای بی شرفه از خدا بی خبر. همین بود مسیر دیگه. از اینجا میرفتیم بالا. آخ بعد اینجاست. همینه؟ آره فکر کنم همینه. برو 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 برو. وای وای اینجا جدیده؟ فکر کنم جدیده. امیدوارم جدید باشه. اونجا که نباید بریم ها؟ ما اون پایین بودیم. بریدم اون بالا آرچره رو کشتم. چقدر عجیبه اینجا. چقدر عجیبه اینجا. آره اینجا بودم. صدا این یارو آشناس برام. آره اینجا بودیم. چقدر جونی زیاده این. این کیه؟ نه اینجا نبودیم. یا خدا واقعا نمیدونم اینجا بودیم یا نه. خیلی جای عجیبیه. بی بیرون بی بیرون بی شرف نیمدی که. احتمالا مسیر ما باید رو به پایین باشه بیا. اینا رو چه خشمگینه. نکشیمون. به به معبده. آخ 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 باشو باشو
وای وای وای. برو اقا برو اقا بازه خیلی تو کجا افتاد؟ کجا افتاد؟ مرد؟ مرد. برو تو فانوس نهی نده. آخیش عجب جای پر سوراخ سنبهیه و چقدر باحاله و چقدر باید بیایم اینجا رو بگردیم عزیزان. این درهای مخفی همه رو باید باز کنیم. باز اینجا در قفل داره. این تو کیه؟ جعبه هست. خب اینجا رو فهم کنم بودم. باید اصلا نباید اینجا رو رفته باشم. اما همه جا شبیه همه نمیدونم. باش باش. خب این مسیر اصلی ماست احتمالا. اون ور یه سری سوراخ سنبه‌های دیگه بود. اونا رو سریع بگردم بعد سگ دو بذارم بیام اینجا که این مسیر رو طی کنیم. چون از اون ور این راه این شکلیش مسیر اصلی بود احتمالا اینجا مسیر اصلی همین اونجا رو. نه بابا عجب جایه، عجب باس فایتی، چه فضای خوشگلی پشتش. توی این چپتر ما یه معبدی داریم که معبد اصلی چپتر باشه فهم کنم، که از روی معبد واقعی الهام گرفته شده. یه مکانی هست توی چین، توی فکر کنم استان شانشی همچین جایی که بهش میگن بهشت غربی کوچک. و معبد که پیدا کنیم نقش و نگار اون معبد واقعی هم روش هست مثل این که. و از وقتی این بازی عرضه شده به خاطر محبوبیتش اونجا پر توریست شده، همه رفتن اونجا عشق و حال. عجب منظره اینجا، خیلی خوب خوشگل اینجا. یه عکس بگیریم باری کرد. خب از این فاصله بپرم مردم؟ البته نه نه زنده میمونیم. بذارید من این ورا رو بگردم. ای بابا اینجا میشه رفت به نظر. فکر نمی کنم اون ارتفاع ما رو بکشه. خب این داشتمونم که هیچ نیست. این هم هیچی. آها آها که بدبخ شدیم عزیزم، بد جور من. کجایی؟ این زیادی داره. وای 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 چی داره میخوره به من؟ بیشرف از اون باره داره میزنه. آیتم های خوبی گرفتیم به نظر. مایند کورش خیلی خوبه. او ولم کن ولم کن، من اینو بگیرم رفتم، اذیتم نکن. آخ نمیشه نمیشه گرفت. چرا این نمیخوره به من؟
شرف نیفتی نیفتی وای ممنون. خب دیگه فکر کنم اینجا رو گشتم دیگه. پایین دستان داریم فانوس. بیا آقا بیا من اینجا میخوا چیکار کنم. اینجا میچی خب بریم سراغ اون باسه اگه راهشون باشه. البته قطعا این پایین کلی سوراخ سنبه هست که ما پیداشو نکردیم عزیزان. تو شدم صحبت میکنم چقدر بیشوری تو. و اینا همه رو کارشو میکنم. نگران نباشید نگران نباشید. خب امیدوارم مسیر واسه همین باشه. خیلی واسه خفنی بود. خیلی بابا چرا هر دفعه اینجوری میکنم من؟ بله مسیرش همینه. چه عشقی کنی؟ آخ 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 عجب جاییه. خب این تو دلش همجوری؟ نه 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 بس استنس رو رست کن. کپتن لوتس ویژن کاپتان دید نیلوفری. نکن این کارا تو. این ببینید ابیلیتی شبیه همون قفلاس. احتمالا اینو بکشیم کلید میده به من. بودو اونش ننی. آخ یا خدا یا خدا چی داره میشه. یه اویلتی ما هدر دادم. ای بابا وقتی تو این فومه بابا. نخورد بش وای نخورد بش. تو این وضعیت دیگه نه دیگه. تو این وضعیت دوستان فانوس به دست چون مادرتون دیگه. تو این وضعیت اینم وحشی شد. اینم وحشی شد. یه جون بذار بزنم. وای وای باید زمان بندی کنم یه جوری بیام که این فانوس تازه تموم شده باشه. نگاه کن
بمیر بیشرف. یه شاخه داده ما، شاخه جوانی یخی. مایند کور هم گرفتیم. بودو تو فانوسی ها نیمدن. بودو روحشو گرفتیم؟ ولی کلا نه، روحشو به ما نداد. روحشو به عنوان یه آیتم کلیدی بهمون داد که از این آیتم هایی نیست که بتونیم اینجا استفاده کنیم. ولی اینجا چقدر خفنه. چند تا دست دارن هر کدوم؟ خب حالا یه معبد پیدا کنم، فست تراول کنم، برم اون درا رو امتحان کنم ببینم قفلشون باز شده یا نه. آخ اومدیم این ور؟ ای وای این مسیر رو چجوری تهی کنم؟ بوز میخوام. کمان داره زدم. آره وات اخ قلبم اونا صندوقن اون گوشه ها. صندوقا رو چجوری باز کنیم؟ اخ قلبم آخ قلبم، وای قلبم. بذارید راه رو پیدا کنیم تو این کثافت دونی. راه ما این بالا بود. بزن خودتو خالی کن. نمیدونم رو دارم درست میرم یا نه، ولی همینو میریم تو تش. چخه بودو از چشاش رد به جا میمونه. چرا نمیدویم؟ آخیش
آخیش. خب ترابل میکنیم به پاگودای پایینی. این چپتر 3 خیلی مثل اینکه قرار طول بکشه. چه عشق قرار بکنیم عزیزان. بریم ببینیم قفلا برداشته شده یا نه. بله. باس فایت. او گلاخی بود واسه خودش، ولی ما گلاختریم عزیزان. خب 4 تا یا 3 تا از این در رو کلن دیدیم نه؟ یا دیگه مسخره. آزادی الدنگ. او اینو کشته ها؟ اصلا مشت و سره که تو چپتر 2 دوتا رو کشیم هم سلولیش بوده مثل که وقتی تصمیم گرفتم که اونجا رو ترک کنم امروز رو دیده بودم یه نقشه استادانه دیگه برای گوستان لینکشان. یه زمانی مرد بود، حالا یه زمان انسان بود، حالا یه شیطان شده. مرگ راحتش کرده. اشن سلامبر، آب خاکستری، چیز دیگه یه جادوه. تبدیل میشیم به همین رتگوهای، همین شیطان موشی که افتاده اینجا. عجب عجب عجب. خب ما از اینا 3 تا داریم، اون دوتای دیگر هم به تو نشون ندارم. یکی ازیرداس بود که به تو نشون میدم. ای توی تو هم زنده ای؟ ای بابا میبینم که یکی از کاپتانای منو کشتی. از کاپتانای من میگه، میبینم که تصمیم گرفتی که از کاپتانای منو بکشی و مثلا زندان رو آزاد، زندان رو باز کنی و یفو. 4 تا کاپتان با وفا داشته، 4 تا کاپتان وفادار داشته که حالا شدن 4 تا روح سرگردان. پس این یه شخص خیلی مهمی بوده و این شخصی که ما کشتیم یکی از کاپتانای این بوده که الان حالا روی سرگردان شد و تسخیر شد و این حرفا داستان ماستان به پا شده براش، ولی قبلا مثل این که آدم حسابی بوده. 3 تا دیگه از اینا مونده، پس میتونیم اونا رو از این درد آزاد کنی اگه واقعا حقیقتا فرد مقدر شده هستی. بله که میتونم باش. میگه خودشو جای مایتری رو جا زده به خاطر یه ضیافت الکی ما رو اینجا دعوت کرده. منم قریت کردم افتادم به دامش و مردم دردشو کشیدن. 4 تا کاپتان من حالا شدن مهره های زپرتی یلو براو. گوشاش و چشاش کنده که دیگه این چیزا روش تأثیر نذارن مثل این که. عجب بند خدا. پس اون بودایی که ما دیدیم، مایتریایی که ما دیدیم، همون یلو برا بوده که خودش جای اون بودای اصلی جا زده بوده. عزیزان گفتم اون بودای چه عجیب که با ما اینجوری برخورد کرد. داشت گوشاتو چجوری چیکار کردی با گوشات؟ گوشات که هست، شیطون چی کردی تو گوشات که گوشات از کار افتادن؟ چشات هم که کاری نکردی به نظر. دروغ داری به ما میگی؟
با اون ریلیک یلو براو حالا از همه بیشتر جاه طلبی داره. میگه حالا که همینطور داره بیشتر غرق غرور خودش میشه، شانس تو هم داره بیشتر میشه برای مقابله باش. این اشتباه تو بوده یلو براو. داره میخنده، صداش نمیاد انقدر صدا این زیاده. شاید اون واقعا حقیقتا فرد مقدر شده باشه، ما رو میگه، چون مثل ما میمونای زیادی اومدن دنبال این ریلیکا و تا حالا هیچ کدوم موفق نبودن دیگه. اون فرد مقدر شده که واقعا قراره پیدا کنم این ریلیکا رو، ما ایم عزیزان. با اون ریلیک، خب اینا تکراریه. آره دقیقا همون چیزی شد که اول چپتر براتون توضیح دادم دیگه. ریلیک افتاده دست اینو، اینم با غیرتی بازی داره همینجا رو از آن خود میکنه. خب عزیزان دل، ما بریم یه دونه معبد ناز پیدا کنیم، یه سرعت خوشگل بزنیم و این قسمت رو همینجا تموم کنیم. 40,000 ویل داشتم و این ویلا رو هم یه خرجی بکنیم. داری زشته. آها بذارید بایستید بایستید. از کجا اینا رو باید تغییر میدادیم؟ از تو معبد بود. داره آره. خب ما میام اینجا میایم بده اینجا درسته. آره بعد میام اینجا. خب جای گوانگجی ما دو تا موجود دیگر پیدا کردیم، یکی از زیرداست گرد یا مثلا خاک لاجوردی، یکی هم اشن سلام بر خواب خاکستری که مثلا ما میتونیم جای گوانگجی یا گوانگجی بود دیگه به این بند خدا تبدیل شیم. یه گوانگجی از این خیلی بهتره تا جایی که من دیدم. این همون سنگ های اسکوله. خب این هم هیوی اتکشه مثلا. این کار هم میکنه. چیز به حالیه جونش هم زیاده همینطور که میبینید. یه ابیلیتی هم داشت به اسم اسکال کراشر، جمجمه خورد کن، که اونو تا حالا استفاده نکردم. ببینم ماجرش چیه. حالا ما یه استراحت میکنیم بعد میام اینجا. اشتباه شد. میام اینجا این بند خدا رو هم امتحان میکنیم. باید پرشه. بیم یه ذره به جنگ بیم پرشه. سلام. آردو نگردیم دایره بزنیم میتر کنه خودشو. مثلث رو نگرداریم آتیش میزنیم. عجب یعنی میتونه چیز جالبی باشه. صدای کیه؟ یه دشمن به من نشون میدین. آها یه دشمن قوی تر، یه دشمن قوی تر میخوام. بودو آها اون ور یه دشمن بود. نه اینم ضعیفه، این خوبه. ایوال همون انفجاری که ما رو به فنا داد چند بار، با همون رو دشمن ها رو به فنا میگیم. ایوه چیز خفنی بود، خوشم اومد. خب این دور برام یه در قفل بود فکر کنم. نه اینجا نبود دره.
بابا برم کن دیگه، در اینجا نبود. خب عزیزان دل، من دیگه مسیر تا معبد خودم طی میکنم، میرم کارهای سه و انجام میدم. ما این قسمت رو اینجا تمام میکنیم. قسمت خفنی بود، چقدر جالب این منطقه، چقدر جذاب، چقدر ترسناک و استرس آور البته بود اون چند دفعه اول، الان دیگه عادت کردم. و اینکه دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدید، لایک و کامنت یادتون نره، اشغانید، مخلصم تا یه ویدیو دیگه، یه قسمت دیگه، خدا حافظ.